بریم که خلاصه تغییرات آپدیت 4 و 8 گنشین با هم دیگه ببینیم. قرار یک سورپرایز خیلی جذاب و خاص در این آپدیت داشته باشیم. اول از همه با امیلی، کاراکتر 5 ستاره جدید شروع می‌کنیم. یک کاراکتر نیزه‌دار و دندرو هستش و نقشش هم ساپورته. امیلی یه عطرسازه و در اصل داخل اداره پلیس هم کار میکنه که حالا داخل این آپدیت 4.8 سراغ داستانهاش هم میریم. حالا چون که کار امیلی عطرفروشیه، اسکیلش دستگاه عطرسازیه که به صورت آفیل به دشمنا دمیج دندرو میده، یه چیزی مثل آز فیشل. اما اگر به صورت خیلی خلاصه بخوایم قدرت خاص امیلی رو بگیم، اینه که میاد ریاکشن برنینگ رو تقویت میکنه. برنینگ چیه؟ یعنی دندرو و پایرو با هم دیگه قاطی بشن. یه ریاکشن بسیار ریاکشن که قبلا بسیار مزخرف بود، اما الان قراره که امیلی این ریاکشن رو باف بده و این باعث میشه یه دسته خاص خیلی 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 خاصی از تیم ها فعال بشن که فقط با امیلی کار میکنن. حالا باید ببینیم که امیلی چقدر تو این زمینه موفق خواهد بود. بنر فاز اول ما ناویا و نیلو هستش. بنر فاز دوممون امیلی و یلان که در حال حاضر از نظر من جذابترینشون فقط شاید یلان باشه. حالا تو کامنت ها بنویسن دوستان که آیا ناویا، نیلو، امیلی، یلان ارزش بیشتر زدن دارن یا نه. ناویا فکر کنم ارزش داشته باشه، نیلو هم کاراکتر خوبیه، اما هیچ کدومشون واو نیستن. نظرتون رو خود کامنت ها بنویسید. دو تا لباس جدیدم از کاراکتر دادم، یکی نیلوه که این لباس جدیدش پولیه و حقیقتا من اصلا متوجه نشدم این لباس جدیده. از اول استریم داشتن نشون میدادن من متوجه نمیشدم. لباس دوم واسه کیراراه که اصلا نمیدونستم چه این کاراکتر تو گنشین وجود داره حقیقتا، اما الان فهمیدم و اینکه قراره این کاراکتر و لباسش رو داخل ایونت به صورت رایگان به ما بدن. اما داستان آپدیت 4.8 گنشین چیه؟ این آپدیت در اصل رویداد تابستونه گنشینه، واسه همین زمین جدید داریم، زمین جدید، ریژن جدید، داستان‌های جدید و خدای اسباب بازی ها، اژدهای اسباب بازی ها قرار بیاد. احتمالا قراره با یکی از اون جادوگر خفن ها هم داستان داشته باشیم و از همه بهتر واندرر قرار اونجا باشه که من اسمش گذاشتم ساسکه. ساسکه قراره بیاد داخل داستان. احتمالا از ریجن جدید که داریم باید حجم زیادی هم بزنه مثل دانلود متاسفانه، اما خب یک سری گیم مودای خفن هم با خودش میاد. گیم مود سوپرمن، پرواز میکنی و شلیک میکنی در هوا. گیم مود کلاه جادویی، بسیار چرت. گیم مود جنگی هم داریم و جایزه این گیم مودا چیه؟ جدای اون اسکین و کاراکتر کیرارا، فیگر. میتونید فیگر بگیرید، فیگری هم اگیرتون نیومد از دوستاتون جایزه بگیرید. بسیار جذاب. اما اون چیز خاصی که داخل آپدیت قرار بیاد چیه؟ همونطور که داخل 4.7 دیدیم ابیس جدید اومدش. الان قرار به ابیس جدید یک حالت جدید اضافه بشه. یک حالت نه، یک قسمت خیلی کوچیک و جذاب اضافه بشه. این چطوریه؟ شما اینجا واسه هر کاراکتر یک چالش وجود داره. بعد نمیتونید واسه هر کاراکتر برید. مثلا شما میتونید مثلا یک کاراکتر انتخاب کنید. مثلا دیلو که خیلی دوست دارید. خب میرید چالشش رو انجام میدید. در عوض به شما یک حاله میده موقع دویدن. یعنی اگر اون چالش رو کامل کنید میتونید یک مثلا لباس کست تن کاراکتر میکنه. یک ویژگی بهشون اضافه میکنه که مثلا موقع دویدن پشت سرش خط آتیش بیاد. خیلی خفن. من واقعا منتظر اینم. ما اینکه خیلی ساده است اما خیلی خفنه. اما خب سه تا شرط داره. اولا که هر آپدیت فقط فکر کنم یک کاراکتر بشه اینطوری واسه چالشش انجام داد. بعد اینکه باید داخل اون ابیس 2 از اکت 6 رد بشید، یعنی 6 مرحله رو حتما برنده بشید. بعد بر لول کاراکتر حتما 90 باشه. بعد میزان دوستیتون با اون کاراکتر باید حداقل 8 باشه. این ستا رو اگه داشته باشید میتونید حاله موقع دویدنشو بگیرید. خب ایونت های همیشگیمون چی هستن؟ ایونت فینچ بالو داریم که این دفعه میتونید با دوستاتون هم بازی کنیم به صورت کوآپ چند نفره. خیلی خوب. ایونت فاکینگ عکاسی رو داریم. چرت در این ایونت این بازی. چالش جنگی حسینی دوباره برمیگرده. آقای حسینی اینجاست با چالش های جنگی همیشگیش. بعد از اون ور ایونت کارت گیم هم داریم. تو کامنت ها بنویسید کسی از شما واقعا کارت گیم هنوز بازی میکنه یا نه. من اوایل خیلی علاقه داشتم اما وقتی که یه سال فاصله افتاد دیگه اصلا کلا یادم رفت و الان دیگه حوصله ندارم واقعا بازی کنم. اما آپدیت های بازی، یک سری چیزهای خفن قرار داخل بازی عوض بشه. اول همه دیلی انکانتر پوینت هامون هستن. اون هست 4 تا وظیفه هر روز انجام میدیم، بعد یه خطی پر میشه جایزه میگیریم پول میگیریم. خب از الان اگر بیشتر از حد وظایف انجام بدیم ذخیره میشه واسه روزای بعد
بعد فکر کنم بین هر دو آپدیت ریسیت میشه. خب پس مثلا اگه یه روزی خواستیم برین دانشگاه، خواستیم برین مدرسه، وقت نداشتین وظیفه رو انجام بدید، جاش رزین میدید، بعد اون وظایف اون روز کمیشن ها واسهتون انجام میشه و اون جوایز و پریمیوم میگیرید. واسه کسایی که سرشون شلوغه بسیار عالی، بسیار خفن. دومین تغییر اینه که از این بعد زمان ریسیت شدن باسا از 3 دقیقه شده 10 ثانیه. دیگه وقتی میخواهید فارم کنید عالی. بازم کسایی که سرشون شلوغه، مثلا دانشگاه جایی هستن، سر کار حتی دارن بازی میکنن، راحت میتونن فارم کنن. سومین ویژگی که خفنی که اومده حالت فول اسکرینه. اگر کسی مثلا بخواد دوست داشته باشه مثلا تو فضای بازی غرق بشه، حالت فول اسکرین اومده و میتونه حال کنه. و اما چهارمین ویژگی که جذاب واسه کسایی که داستان بازی رو دوست دارن، شما میتونید خیلی سریع هی داستان اسکیپ کنید، خب بعد آخرش یه قسمت میاد ریویو دیالوگ، یعنی شما میتونید همه حرفایی که تو مکالمه تو رزاش رو ببینید. دیگه لازم نیست که آقا نگران باشید وای من این مکالمه رو از دست دادم الان چی میشه، مشکلات ما حل میشه اینطوری. دوستان ویدیوی بعدی قسمت آخر ارکان کوسته، ویدیو در دست ساخته، ضبط شده، فقط داره ادیت میشه. تا ویدیوهای بعدی منتظر باشید. اوکاگه اینجاست.